ماشین و گاری، میگن موتور سواری کار دیوونه، حتی که دیوونه تر والا این بابا. این یارویی که سالم ترکم سواره، یک دو دقیقه دیگه کمله نداره. ببینم میدی جون، اینجا خونه است یا لونه زنبوری؟ الهی نوکرت هم با خدا، یه ساختمون این فرمی هم واسه من تو بهش بذار که خیلی حسرت به دلم. پس یادت نره به خدا بگو واسهش کولرم بذاری. باز بلبل شدی زلفی، هوای موتور داشته باش من برم داداشمو ببینم و برگردم. بازم میگه داداشم، تو خیال کردی من گاوم ها؟ تو که صبح تا شوم داداشتو میبینی، بگو که میخوای بری دختر رئیس داداشتو ببینی، دلت تو زلف دختره داره آفتاب مهتاب بازی میکنه. نق نزم موتور رو بپن نبرنش. یا شانس یا اقبال، ماما یه کاری بکن دختره اینجا باشه تو بازم جمالش زیاد. بله میگه برو چشم برایده. آخ که نوکرشم. خوشتی پی، کجایی که یادت بخیر؟ تازگی ها دلت برای من خیلی تنگ میشه. دلتنگی اونم تو فاصله دو سه ساعت، دارم تعجب میکنم. خب دلم تنگ شده دیگه پدر، چقدر سوال میکنی؟ مطمئن هستی دلت فقط برای من تنگ میشه؟ او پدر، تو پاک آدم و سوال پیچ میکنی. من یه احوال پرسی با منشید بکنم و برگردم برم نمایندگی. خب برو. شما خیلی کار میکنین، ببینم هیچ وقت از این همه کار خسته نمیشین؟ نه من بالاخره باید کارمو تموم کنم. مثل اینکه قبلا تو قسمت حسابداری بودی. بله حسابداری. میدونین چطور شد منشی پدرم شدی؟ نه نمیدونم، شاید شانس بردم یا شایدم شاید من اینطوری خواستم. شما امیدوارم ایرادی نداشته باشه. ممکنه چند تا از پوشاتون به من بدین؟ من یه سری باید برم به نمایندگی. بله چشم، بفرمایید. متشکرم. سلام علیکم. خوش ببخشید، سفر به سفر شدیم. خیلی باز ببخشید، تقصیر بنده بود که از جاده فرعی اومدم. آره فرعی. برادرم که میشناسی؟ بله چند بار اینجا دیدمشون. خب فعلا خدافظ. خدافظ. خوش ببخشید. مرحبا زیاد. خب داده چون منم میرم، فقط اومده بودم حالت بپرسم. کجا؟ چرا به این زودی؟ کار دارم، یه کار واجب دارم، شب تو خونه میبینمت. خداحافظ. ببین بی ببین بی
میخزیم و میخزیم. دماغ سوخ، راحت شدی؟ بذاری خود بادش بزنم. خیلی خوب، حالا دیگه بیا بریم بازی کنیم و دوای شب رو برا کنیم. بس دیگه درس بگی. بذار ببینم سکه شانسونم چی میگه. بریم یا نه؟ بریز بینه. بریز دیگه. مگه غیره که بریزه؟ حالا حالا بره. بریزم. جیگرداراش بخونن بی بوتاش دست بزن و بشینن. خالی بیستون قبول همه جا قبول آینه لاتا همه جا قبول به اقبال بلند مهدی یه جفشیش بازم جفشیش مستبه تا شاک تا جفت چشات 45 شو بشه مهدی خان عصبانی میشه بیاد و بیاد نمیخوای بازی نکن یاد بینم بخون بله قامتی بریم جفته بزر جلوت جفته بزر روشون و چقدر آقا اون بازی نمی کنه لختش کردی تفلک و امشب مادرش خونه راش نمیگه یاد بینم خوبه این پسر مرکه هست من که ایوانه بودم چرا نمیذاری برای تو بازی کنه کلی قمار خونه جون بگیره اون نمیاد چند دفعه بهش گفتم میدونی اون عاشق قماره نه پول یالا پول بزنم اینم میگی خواه من خوشگشتم یه خانم از دم در کارتون داره اگه خوشگله میخوای من برم چی میگی زن مشتفره نچه آره این خواب اومدم بیبین از دل زلفی ناکس کف نری پوله رو بابا ای والا من دستم بیفته به تو کلک نمیزنم جونه تو حق ما برسه گم شد بیا زر سفتی گشت به پا گمش نکنی خب باری کلا مایک سفرال چطور آبجی؟ والا همطوره یه آدم علیل کمر شکسته چطور میتونه باشه؟ خدا شفاش میده آبجی غمت کم بیا بیا اینا رو بگی واسه دو درمونش لازم میشه پس اون پولی که به زهرا دادی چی؟ اون؟ اون مال خود زهراست واسه کفش لباس بخر خدا عمرت بده آقا میتی اگه شما نبودی بی خیال شاب جی ما که هستی ولی اون بالا یکی هست که وضع همه رو روبرا میکنه اصل کاری اونه خب دیگه خداحافظ به سلامت خدا نگهدار جگری جگری بودو برو بقل ننه بود بیا زهرا جون بیا خدا تو جوون مردو از برادری کم نکنه استاد جیبمون پاک اسفالت اسفالته میخوایم بهش رو دست بزنیم و باش قاب بریزیم اونم با قاپای توپو چطوره؟ گمشین بریم پیکارتون اونا میبازن درست میگم یا نه حالا کجا را؟ اون بر میگرده اونها ها بره میاد بند تو من بند من خدار این آقا بزن میگه بابا بطوریم باشو دیدش ببینم چرا مات هم گرفتی دیدش تو برم بست نه؟ شار شارم و گل بگیرش برو باش علک دولک بازی کن تو رو چه این غلطه ها چی میشه مال ما چی میشه میدونی من یه نفر مثل اون میخوام یه نفر با دستای اون و شانس اون و مغز من میتونه دنیا رو ببره همکاری اون دیگه منو به یاد این پنجه چلاق و بیمصرف نمیدوزه یالا دیگه الان تکلیفتونه دو سره میکنیم یالا پول بذارین که میخوام وبا بندازم توش خیلی خوب ما دیگه تاس نمیزنیم تاس نمیزنی باشه خب رنگ چطور میزنی؟ گفتم تاس نمیزنی ببینم بالا نکنه قرنه یام نمیزنی نه خیر نه جونم خب نمیخواد بزنه چقدر ریچار میشه با بلکم هستال سلفی عشقش نیست بزنه دیگه پشت بریم یه بونگای شادمانی که همه چی میزنه آگه صاف کن اینا چه؟ اگه راست میگی بیا قاب بریزیم قابم میریزیم بدش به من بدش بده میگی تا صبح حریفم و سر میترشم خب بخونین لباساتون رو میخوام ببرم که سکسی بنی خونه تو سیافن من سیافن من هم قابی سی من هم قابی چه؟ همه تون گوال خوندی اما یه خوش شیال خوندی برید منه که قاب بریزیم نه؟ اونم با قاپای پر کرده صحب کردی داشتم خیال کردی با جماعت کور طرفی
گوشی دست دست و لب. آره دستمه. بریم با این قاپا با دایی جونتون بازی کنیم. بازی کنیم. بهتم از چک بالانس برو چه به داخل آدم مادر گیر. حالا که خواستین کلک بزنید فقط یه تاس دیگه میریزم سر همه پولاتون. آه. قبوله یا نه؟ چرا زبونه گره خورد؟ قبوله یا بریم هواخوری؟ آره قبوله بلش من یا چونه هرچی مرد از ده بالا بیاری من بمیرم ده به بالا باشه کنم بری ریختم و آوردم زنده باشی تحقیق کردی زنده باشی من این دم گل آوردی پولم و زنده شام حالا کجاشو دیدین سر بزرگتری زیر لافه اون حکمای داروغه رو رد کنیم و بل کنون تا سرو دلم داداش اون کیه؟ داششه یه سرخریه که خوب هوای میتی رو داره تو که گفتی میری خونه؟ والا داداش گفتم سر رای سری به این آقایون لوتیا بزنم و باهاشون سر بشکنم اون مرد مثل لاشخور بالا سرت وایساده من نمیخوام تو اینجا پا بزنی هر طور که تو عشقته چی رو طرفتی که پاره میکنی؟ حالا میخوای بزنی به چاک؟ دروازه دهنتو قلف کن آشغالا رو بیرون نریز میتی تو نمیزنه ولی به اون تاس هم دست نمیزنه میگم چطوره با بزرگیت هم خبر کنی تا بیاد مهاره نصیحت بکنه ببین قناس یه دفعه دیگه اون دهنه گالت رو واکنی همچی میزنه و که این کاگل پنش سینه دیپا بچه اینقا لفتش میدی نه ترس میریزم اون تا سر بزا زمین این آخریه داداش گفتم بزا زمین وقتی میگم آخریه آخریه بذارش کنار بنام کن داداش جدین تو پوژه من ببین داداش پیش یه مش نالوتی عوضی و جاهل کپونی کنفم نکن من باز تو اون بدم با اجازت داداش بیاین لاشخورا دهنتون رو ببندین و چشاتون رو وا کنین اینم جواب شیشو بشتون بیا با پوزه این نامردارا ببال بخاک آخ جور اینا رو میگن تاش پول بریم پول بریم پول بریم حالا بریم پول دارا کنیم گیری داداش من باز این نامردارا ادب کنم آخ داداش اون رفت جمع کن پولا را از کل سرکیم آقا داداش چه خبر دهنتون رو نگار نگار کردیم تو نمیتونی بری ما پول باختیم کی جلو اون میگیره آجیت برو بچه برو یه خورده شیر خوش بخور تا گنده شی برو پیش آجیت کس دیگه نمیخواد جلو ما رو بگیره ای بابا قابل نیستن اینا کتک خورده خدایی هن وفا بگیره بلم کن چه فرمایش شنیدم داداشت خوشش نمیاد تو بیای دمپر ما ها خب که چی؟ فتح خیبر کردی اینو فهمیدی؟ نه فقط میخواستم ببینم عقیده خودت چیه ما و داشون توافق اخلاقی داریم درست میگم از کل زلفی یا نه؟ آره درسته تو برنده ای هرچی بگی قبول دارد خلاصه کلام واسه بار دهم دارم میگم منم خوش ندارم جیره خورتو بشم و سلام یک کلام اگه صد دفعه دیگم بپرسی جوابت همینه حالت شد آقا اگه حالیت نشد بذاریم گوشی لبه آره فقط یادت باشه اگه یه روزی خواستی رو برا بشی و چیزدار بشی بیا پیش من آره اون وقت اون سر من فریاد کشید داد بیداد کرد منم دیدم اونجا زیادیم رامو کشیدم و اومدم ولی اون هنوز انقدر غرق نشده که ما از نجات دادنش دل سرد بشیم کریم من دل سرد نیستم مادر نمیدونم تو بهش بگو لاغر دختر خاله من دیگه چی کار میتونم بکنم؟ تلاش این کاریه که هممون میتونیم بکنیم ولی چطور؟ یه ضربه فقط یه معجزه میتونه چشمای اونو به زندگی وا کنه مادر من یه معجزه گر نیستم تو اینو قبول نداری صفا؟ چرا درسته؟ تو نمیتونی معجزه بکنی کریم اما یکی هست که میتونه یه نفر که اون بالاست خاله میشه من برم تا چارسو برگردم؟ تا چارسو؟ آره خاله جو برو به امان خودم اونجا یه سقاخونه هست کنار اون سقاخونه من راحت میتونم حرفامو با خدا بزنم برم خاله جو برو اما زود برگرد قربونت برم خاله اون مهدی رو دوست داره خودش گفت نه صفا از این دختران نیست که سفره دلش رو وا کنه هرچی هست میریزه تو دلش اما بعضی شبا تو خواب اسم مهدی رو میبره اونم با چه حسرتی خدایا تو
تو رو به حق 124,000 پیغمبر قسم میدم که توی دختر خاله. سلام. اینجا چیکار میکنی؟ اومدم شم نظر کنم برای تو. واسه من؟ من چمه؟ هیچی، واسه اینکه تو دست از قمار بشوری و یه چیزی بشی. نکنه کلت بود دود گرفته، اینجا خالیه دختر. چهار تا شم نیمسوز و یه آینه شکسته و یه دست حلبی چیکار میتونم بکنم؟ من آلوده قمارم و پاکم نمیشم. اگه تو بخوای میتونی، همونطور که کریم تونست، مگه نه؟ آره درسته، اما اون کریم بود. آخه مگه اون چی داره که تو نداری ها؟ اون خیلی چیزا. گوش کن تو وسط بگم. یه روزی هر دومون مثل هم بودیم، دو تا قمار باز. اما اون حالا خیلی سره، هیچ وقت از هم سوا نمیشدیم. تو هر قماری یه تاس من میریختم یه تاس اون. نمیدونی واسه خودمون چه عالمی داشتیم. کت هرچی قمار بازه بسته بودیم، واسه هم جون میدادیم. تو یه محل آدم نبود بتونه چپ به ما نگاه کنه یا واسه همون جس بیا. تو دعوا ما پشت به پشت هم بودیم، یه مش من میزدم یه مش اون. خلاصه دعوامون با هم، عشقمون و عیش و نوشمون با هم، بیکاری و دربدری و علافیمون با هم، اما همه اینا یه روز به هم ریخت. اون روز هر دومون داشتیم بازی میکردیم. نمیدونم، راستش نمیدونم چطور شد که کریم پاشد رفت خونه، ولی من بازم تاس ریختم. هی پول بود که میومده میرفت، اسکناس بود که تلمبار میشد و هی باد میبردش، تا اینکه پسر کلسن نجار اومد در گوش من یه چیزی گفت. اون گفت آقا میتی، بابات حالش خیلی خرابه. همه ای پولا و تاسا رو ریختم، مثل دیوونه ها دویدم، از تو خیابونا، لابلای ماشینا، وسط آدم ها. خلاصه هیچی حالیم نبود، فقط خدا خدا میکردم زودتر برسم خونه ببینم بابام چشه. وقتی رسیدم دلم داشت قفسه سینم میزد بیرون، یهو دیدم بابام تو تخت خوابش دراز کشیده. همچی که منو دید به زحمت گفت پسرم اومدی؟ بیا الان حرفم با کریم تموم میشه. خب جوابمو بده کریم، اون قولو به پدرت آره میدی؟ آره. تکون نخور، من قول میدم هرچی تو بخوای، دیگه قمار نمی کنم، قول میدم. چه راحت شدم. بیا جلو پسرم، اونجا کورانه، سرما میخوری، دیگه داره تمام میشه. زندگی مثل قمار، همه سرش باخت. بیا جلو پسرم. مهدی بیا جلو. بدیم پدر چی میگیره؟ بچه چیزی نیست مادر، تو یه دقیقه برو بیرون، خوب نی پیشش گریه کن. پشو مادر، پشو. آب مهدی جون، آب. من تشنمه. الان برات میارم، الان. من کلید صندوقچمو دادم به کریم، به تو چی بدم؟ صبر کن ببینم چی دارم. نه این نیست. تو پدر همین برای من بسته پدر. قرصتم بیارم پدر. دیگه تموم شده داشت، نمیخواد بگردی.
مرد آره. کجا داری میری؟ بذار برم اونجا، من باید باش حرف بزنم. داداش تو رو خدا آروم باش. آروم باشم؟ وقتی پدر داشت جون میکن من لعنتی تو اون خرابه داشتم تاس میریختم. میفهمی؟ میفهمم داداش، اما اون دیگه مرده. اون پدر من بود. پدر منم بود، اما حالا دیگه تمام شد. باید یه کاری بکنیم تا بلکه مادر رو آروم کنیم. نه، من نباید تناش میذاشتم. من لعنت به من. بیا داداش، برای وقتا اونطور که آدم دلش میخواد نمیتونه گریه کن. بیا یه پاک بزن، یه پاک بزن، آروم شو. اون به من کن، قسم بخورم که دیگه بازی نکنم. خیلی خوب بدم، خیلی خوب بدم، خیلی خوب بدم داداش. این همیشه یادم میندازه که برای پدر قسم خوردم. همیشه. بسته دیگه داداش، بیبریم مادر رو آروم کنیم. بیا پدر رو به خاک سپردیم، کریم هم دیگه بازی نکرد. تو چی؟ من واسه پدر قسم نخورده بودم صفا. قمار رفته بود تو خون من. من کتاب ندیدم، فیلم ندیدم، معلم ندیدم. من فقط تاس دیدم، ورق دیدم، قاب دیدم و قمار باز دیدم. چی میتونستم باشم سوای اینی که هستم؟ پدر کلید صندوقشو داد به کریم و سکه شانس رو داد به من. اون با این کارش کریم رو دو دستی فرستاد طرف زندگی و من هل داد به طرف قمار. خب ما هم آلوده شدیم دیگه. بریم تو صفا رسیدیم. سلام مادر. سلام. سلام مادر. سلام داداش. اینا رو وسط گرفتم مادر، یه پیرنم وسط صفا، ببین خوشت میاد. دست نکن. وایس داداش کارتون دارم. بعد از زوری یه خورده جوشی شدم و زبونم لال سر داد زدم. دلخور که نشدین نه؟ نه، ولی میخوام حرفمون الان تمام کنم. آسیا به نوبت، این برای قضیه خیلی داغه. اول یخته بزه با مادر گپ بزنم بعد. بعد نه، همین حالا باید حرفمون رو تموم کنیم. تو کی میخوای دست از قمار بکشی؟ دست از چی؟ خیالت بعدش چی کار میتونم بکنم؟ خیالت یه صندلی طلا واسم تو عرش کاشتن که تا دست از قمار بشورم ملاکه ها میان میبرنم اونجا؟ ها؟ نه داداش، بعضی وقتا تو یه چهار دیواری فقط یه دروازه. آدمی که بخواد از اون چهار دیواری خلاص بشه از همون در میتونه بره بیرون. حالا ممکنه که اون در به قبرستون باشه، اما فقط یه دره، همون یه در. تو از اون در میخوای به کجا برسی؟ کوتابیه داداش. جواب آن بده، من برادرتم. خیلی خب برادر، پس گوش کن، من میخوام به تو برسم. به من؟ آره، به تو. دق کردم هرچی هم قافله من بود یه لات آسمون جور عذاب در اومد، ولی هرچی بر دل تو بود حمایل آقایی رو دوشش میکشید. من میخوام مثل تو بشم، یه پا آقا. با این کار؟ برای من دیگه وقتی باقی نمونده داداش. سالای عمر من عین واگونه این ماشین دودی پرش رو بود کمش مونده. من دیگه وقت و حوصله ندارم نوردمون رو پله پله برم بالا. من میخوام یهو جسم بزنم و بپرم بالای بوم. پس میفتی و کمرت میشکنه. خیلی خوب آقا داداش، بس بشکنه. چه فایده که سالم باشه و هی چوب بهش بخوره؟ ذرت المثقالی فایده نداره داداش. تو بهش بگو مادر. چیه مادر؟ خدایا چه روزایی رو دارم میبینم. پسرام مثل دوتا خروس جنگی وایسادن تو روی هم. تو داری گریه میکنی مادر؟ کور بشه چشام که چشای تو رو تر نبینه. پاک کن چشتو. دلم رو چی کار کنم؟ اون که داره گریه میکنه. مادر فدای دلت بشم، تو که میدونی من دربست نوکرتم. نه، من میخوام فقط تو پسرم باشی. ده هستن دیگه مادر، هم پسرتم هم نوکرت. میخوای چاچرتم باشم؟
پس بازی نکن مهدی، نکن من دارم خورد میشم، پیش در و همسایه سرم پایینه. خدا اون روز نیاره، مادر فدات میشم. این عشقا هر کدوم واسه من یه میلیون ارزش داره، پس حرومش نکن. تو داری جیگر من آتیش میزنی. خیلی خب باشه، هرچی تو بگی میذارمش کنار. به این قبله حاجت راست میگم، من دیگه بازی نمی کنم مادر. مهدی من پسر خودم. مادر خیلی خوب، حالا نگام کن، بذار این مرواری داره پاک کنه. حالا یه خنده کن، ده خنده کن دلم جاره برمون شکل ماهت برم. باریکلا دیدی صفا، دیدی مادر چه خوشگل میخنده؟ وقتی مادر میخنده انگاه هواکش دل منو وا میکنن. مهنه کریم ببین، کریم من نمیخواستم دعات بزنم. خب نفهمیدم، اشتباه کردم. درسته تو داشت بزرگتر منی، این حرفای ادبی مدبی که تو بلدی، خب ما بلد نیستیم، فقط قضا خورده که و علا وقتی که یه چیزی میفرنیم. حالا ما رو بخشیدی دادش، میبخشی؟ نه ببینم داداش بیتلو، گوش بده، اون کاری که گفتی تو شرکت واسه من داری هنوز سر جاشه؟ بله پاچی پسر، با کی از تو بهتر؟ از فردا آسینا تو بزن برای اون مشغول شو. او قربون تو داداش.
کجا میری؟ وایسا ببینم، میخوام یه خبر خوشی بهت بگم. خبر خوش از تو بی بخار. آره وایسا، مربوط به هنگامه ها. گفتی بی بخار نه؟ کی گفت بابا؟ شوخی کردن. مخلصت هم از دل زلفی تو. بذار جهت خاکتو پاچ بکنم. حالا شد. خب چه خبر؟ خب آسین لباس من پاک کن تا بگم. ای بچه دینم از آسینه. پشت یقه کتم رو تا بزن. اینم تا. خب خبر چیه بگو ببینم. حالا خوشگل شدم. ای بار پدر خوشگلی لعنت. آره خوشگل شدی. خب حالا بترک بگو ببینم خبر چیه. اما خبر جونم واسط بگه که هنگام خانم امروز میاد اینجا. امروز؟ آره ده، مگه نمیدونی امروز روز سرکشی پدرشه؟ هنگام خانم هم مثل همیشه همروش میاد اینجا. ده نه ده، اینا زودتر میگفتی تا خودم راست ریز کنم. بیار ببینم اون صابونو. آمهتی بنار. خیلی علکی خوشی آمهتی. علکی خوش چه سیغه پسر؟ خب چشمون اون یارو رو گرفته. مگه ما دل نداریم؟ مگه تو فیلم ندیدی؟ همیشه دختر عیونه میرسه به پسر میکنی که. خب ما میکنی که دیگه. اونا فیلمه، تو زندگی از این چیزا نیست. پسر مشتقی بقال دختر اوستحسن جومدار رو میگیره. دنیا اینه رفیق، کبوتر با کبوتر، غاز با غاز، فرد همجنس با همجنس، باغوا. آره درسته. اما من میخوام اینه هم موشک رو دست دنیا بلنشم. بیار زودتر اون صابونو. خشم نباشی. سلام علیکم. خیلی باز ببخشید که اینطوری در و داغونی ما. نه شما هر طوری که باشین بازم خوبی. قربون جانتون. گوشیده هست هستالا؟ آره. مثل اینکه خوب به کار چسبیدین، نکنه میخواییم زن بگیرین ها؟ زن؟ گوشیده هستالا هستالا؟ آره. دستم گوشی. خانم کی دخترشو به ما میده؟ آه شما که عیبی ندارین. هم خوبین، هم خوش قیافه، هم خوش دید. خب دخترام همینو میخوان دیگه. گوشی دست دست دولا. آره هنوز تو دستمه. میدونی خانم آخه پدر دخترام باید خوششون بیاد. ولی شما یه کارگری کار میکنین، زحمت میکشین، شما میتونین یه خانواده رو اداره کنین، پس پدر دخترام حتما خوششون میاد. خجالت اومینی خانم، شما راست راست خیلی خوبین، یه دنیا صفایین، اینو یه دستگاه سستومنی، گوشی دست دست دلو. آره، نمیخواد بپرسی. خب دیگه فعلا خداحافظ. خداحافظ، به امون خود خدا، قربونت برم آخدا. شنافتی زلفی؟ خب چی میگی؟ بازم میگی اون منو دوست نداره؟ تو که زرنگ خود دست داله. اما الحق و والانصاف که طرف خیلی سالاره، پاک گرمو به سلابه کشیده. جانمه همین که داشتمو دیدم میفرستمش خواستگاریش. آره تو بمیری، نصف قضیه دروشه. کارتون تموم شد پدر جون؟ آره، کجا بودی دخترم؟ با برادر کریم داشتم صحبت میکردم. اون جوون کاریه، من هم داشتم تشویقش میکردم. خب حتما برای خاطر برادرش نه؟ تو خیلی زرنگی پدر جون. ولی دخترمو میشناسم. من میدونم تو کریمو دوست داری، منم دوستش دارم. اون پسر واقعا شایسته‌ایه. خب دیگه اینقدر چشمتو به در ندوزون، دیگه الان باید پیداش بشه. ولی پدر انگار دیر کرده. Thank you.
کمک میخواد. مواظب خالفا باش. ولش کنیم با بیام بریم دنبال کار زندگیمون. اینه نگاه کن. کجا بریم؟ تازه رفیقمون پیدا کردیم. راستی بچه شنفتین که آقا داشته فرسته مردسه؟ مبارک صد سال به این سالا. حتما میخواد راه و رسم کلک قمار بیتر یاد بگیره. ده من نشتفتی میگن ننو تا سنگ لحد یه ریز جدول زرد یاد بگیر. آره چی؟ هیچی تو خودت باش. نم نمک حالیت میشه آخه ای انگار داشتم بود تو هم دیدی؟ نه بابا من که پشت موتورم از ترسم چشمامو میبندم و تو دلم قلو والا میخونم. آخه میخوام اینم این رسمشه. داشت ما رو ببره، تو هم دست اونو بگیری ببری خونه و قایمش کنی. این رسمشه. قایم نشده. حالا دنبال نون حلال و کار شرافت مندون است. فقط همین. نون حلال شنیدی بچه ها؟ نون حلال حتما نون بربری رو میگه. نه با یه جور نونیه که تازه اومده بازا. خب ببینم حالا اخوی کجا. فرمایشی بود؟ آره ها. نه بابا تو هم که حلال زده ای. بستر دهنه رو شل کن رکابه بکش جادر خلوت کن واسه باد بیا. آروم باش میتیش با اجازه ما عرق جبینمون رو پاک میکنیم مرخص میشیم دیگه. این عرق خجالت من وسط پاکش میکنم. تو این کراوات داداش سب کن ببینم نالوت اینجا من میگن اصلا آمردی بیا این وقت مرسه سر جان. آخ نمیشه نمیشه دست انداخی چه کنم این دلم رو دیگه میشه. باشو ببینم با نمیشه برن اصابت میگشم آمارا آرشو میدر بجنگ نه یه جلو با موشتگر موازه باش داداش موازه باش نزن خب دیگه بستتونه. رفیقتونو وردارین و زود بزنین به چاک. لاششو ببرین خاک جوبه این منتظره. یالا آره میخواد ازش پود درست کنی. اونم پود شیمیایی. این رفیقت خیلی خنده داره. خفه خون بگی. قدش هم کوتاه. خفه گفتم. برم بزنمش. ولش کن آدم نی. حیف نو. اگه تنها گیرش برم کلاشو تیکه پاره میکنم. میرم یکی دیگه میخرم. یالا. دار میکنه کلا قدیه. ای بلداش خیال کردم محترن یادت رفته. هنوز نه ولی دارم سوخ. نمیخواستم اون مادر مرده اینطوری نفله بشه. بی خیالش بادنجون بم آفت نداره. بزرگ میشه یادش میره. خب میری شهر یا میری کارخونه داداش؟ نه باید دارم کارخونه. به سلامت قربونه کلت. هی کن برو. ای سولفی جونم به فربالا که الان عکاس تخته میکنه. ایبی نداره سکه نکنی؟ نه نمیکنه. عکاس خوبی هست. آره اینقدر فوتوژنیکه. نشد کلت تکم خورد. این سر وامونده رو اینجوری بگیر. خیلی خوبه. یه لبخند بزن بزن همینجوری خوبه. لبخند بزن 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 لبا رو قنچه کن. آها خنده رو رنده کن. تحویل بنده کن. چیه چیه بابا اینجوری کش نگیرن. بخند جونم اصلا شما اومدیم واسه کارت بیمه عکس بگیریم. نه خیر واسه رو مجله ها میگیریم. راستی آقا مهتی شنیدم شیرین کاشتیم پاک سه چهار نفره زدین لو لورده کردین. یه نفرشون هم بدجوری زخمی شده. والا بی حرکت. خلاصه رفقای یارو موضوع سفت سخت چسبیدن رفتن کلانتری انگار آرز شدن و از دست کریم آقا شکایت کردن. بعدش هم آجانا آدرس کریم آقا رو از شرکت گرفتن رفتن خونه دنباله. چی؟ رفتن خونه دنباله؟ چی نه میخواد کریم آقا رو زندونی کنن. زندونی؟ اصول من رفتم و برگردم. تو بیشین هر چه تو بیجی مهدی زود برگردی و من پول ندارم به عکاسه بدم. آی عکاس باشی عکاس باشی عکسمو بردار. آره بابا تو خدا پدرت بیامرز برم کن. مادر مادر سلام مادر کریم خونه است؟ تو من توریم نیم مادر. فقط بگو ببینم کریم اومده خونه یا نه. کریم من توری شده؟ نه مادر هیچی. پس چی شده مهدی؟ اه هیچی بابا فقط در رو باز بکنم. به پچی برو واقع کن. اینه نگاه ما چی کار کردیم که رو پنهون کنی؟ تو رو خدا بگو به سر کریم چی اومد؟ هیچی مادر قربونت برم الهی کریم با کشنی ولی خیلی معذرت میخوام. ما از طرف کلانتری اومدیم. اینجا منزل شخصی به اسم کریم. بله همینجاست. بفرمی تو
اون یه نفر زخمی کرده که الان تو بیمارستانه. یا قمر بنی هاشم، خودت جوونم و نگه دار. کریم من با کسی دعوا نداره، آقای پاسبانو اهل این کارا نیست. چرا خانم؟ نه، این حرفا دروغه. ولی اینا اینطوری میگن. اینا؟ اینا میگن؟ اینا به قوزا که پای عمشو میخوندن، اون یارو رو ما زدیم سر کار، اما رفقای ناکسش میترسن ما رو لو بدن واسه اینکه دوباره نمیخواد کتک بخورن. تو کتک میزنی؟ آروم باش آقا، من فقط میخوام بدونم کی اون مردو زخمی کرده. مرگ یه دفعه، شیون یه دفعه، گفتم که من زدم سر کار. یا فاطمه یه زهرا، انگار خیلی هم باکت جوجه. آتو الان حالیت میکنم، ما خیال کردیم دعاش دونه زده، اما حالا که تو خودت میگی اونو زدی چه بهتر. اختی رفته تو آلاف دنیا شماش خوردی، حالیت میشه که میترسه. بی خیالت چش رو هم بذاری اومدم بیرون. بفرمایید بریم آقا. چش سرکار مهدی. مادر حالا دیگه قصه کریمو نخور، اون میاد خونه. زفا مواظب مادر باش. خب خداحافظ، بری سرکاشون بری. دیگه حرفی نداری؟ اصل مطلب این بود جاب سروان، قبای تقصیر به تن ماست، دست دعاشمون تو این جریان پاک پاکه. بسیار خوب، حالا شما چند دقیقه بیرون باشین. رو چشم قربان. کجا؟ بله. نه شما برید، خدا عمرت بده. شما دو نفر باشید. بله؟ فعلا یه هوایی بخورید تا وقت زد. بله چشم، فرار که نمی کنید. بیتی؟ بیتی؟ آقا داداش تو اینجا چون؟ واسه اینکه من باید میمادم اینجا، نه تو. الانم دارم از بیمارستان میام، برای چی این کار شده؟ بینم سرکار، میشه یه دقیقه ما با دعاشمون اختلاط کنیم؟ شما حرفتون رو بزنیم معلوم برمیگیم. قربون صفاتون، اون مرد رو من زدم. بل کن زلفشو، من و تو نداریم کری آقا. من باید حقیقت رو بگم. یه وایس آقا داداش، من به اونا گفتم و اونا قبول کردن، دیگه فایده نداره. ولی چرا تو؟ ها میدونی داداش، اینطوری بهتره. من الان هیچی ندارم، وقتی هم که از خلوفتونی بیام بیرون بازم هیچی ندارم، یعنی گر به گرم، واسه ما فرقی نمیکنه. اما تو الان خیلی چیزا داری، وقتی بری زندون و بعدش بیای بیرون دیگه هیچی نداری. پس بمون بیرون اون چیزایی که داری نگرده. مواظب مادر باش داداش. چته؟ سه گرما چرا رفته تو هم؟ بلشت بابا، دنیا این صد سال اولی سخته، بعد از اون راحته راحته. راستی ببینم پرسیدی حالا یارو چطوره؟ آره بد نیست. خب الحمدلله. حرفتون تموم شد؟ بله بله سرکار جان. بفرمایید بریم. خب خداحافظ داداش. بیبره سرکار. بریم. به جون شما خیلی شاد شدم که دیدمتون داداش. ببینم داداش، اگه یه چیزی بهت بگم به کسی نمیگی؟ نه چی میخوای بگی؟ بگو. خیلی نوکرتم. خب دختر خاله، هنوزم تو اون سقاخونه شم نزد میکنی؟ تو اون سقاخونه یکی هست که حرفای آدم رو بشنفی. خب اگه دیدی سلام ما رو اشترت باز. وقت ملاقات تمومه، خواهش میکنم بفرمی. بفرمی چایش بفرمی. بفرمایید. خدا تو به من گفتی هیچی بهش نگم تا خودت حرفاتو بهش بزنی، اما خودت هم حرفی بهش نزدی. چرا؟ نتونستم، خیلی حرفا تو دلم بود که باید میگفتم، اما لبم بسته بود و حرفام تو صندوقچه دلم زندونی. میدونم صفا، اما امروز یا فرداهای دیگه تو باید همه چیزو بهش بگی. اون تو دلش جای یه محبت خالیه، تو باید اون جای خالی رو پر کنی. هر کی میخواد هر چی بگه بگه، اما اون از دلمای نالوتی. بینم نعمت، تو که باید اوستاره بشناسی. ها آره خوب میشناسمش، خیلی نالوتیه. کلک روزگاره پسر،
آدماش چش ندارن ما و داشمون رو ببینن. پاک داشتن دست اونو بند میکردن. خیلی دوستش داره. پس چی؟ چاکرشم به مولا. سالاره سالاره. تنها آرزوم اینه که هر کجا باشه بهش خوش بگذره. وقتی از اینجا جسم برقی زن میگیره. چی هست؟ یه نفری هست که خاطرش رو میخوام. بهش گفتی دوستش داری؟ راست میگی، انگار باید بگم. بابا دست خوش، این خودش میباره، خودشم میدوزه. آخه تا اومدم همه چیزو بریزم رو داریه و بگم، یه رفع دیدم تو حرف دونیم. همه عروزم دیر نشده داشت، بالاخره بهش میگم. خدا کریمه. نه من چیه بهتی خواهم؟ گوش کن ببین چی میگم. تو که فردا رایی میشی میره بیرون، میتونی یه کاری واسه من صورت بدی؟ چرا که نتونم؟ یه نومه واسه داشم مینویسم، آدرسشم بهت میدم، زحمت میکشی میری دستش. خیالت تخت تخت باشه، نومه رو بده دست من، انگاری دادی دست اون تو نمیره. اگه قربون تو رفیق با معرفت، رفیقیتی که کاغذ بده سوادمون داره سر میره. هت بری خوبیه، هت خیلی جوشیه. میشناسمش، خوش دستترین قماربازی که تو عمرم دیدم، اما پاک این رو اون رو شده. یه شرط بندی ناقابلم تو زندون نکرد. اصلا باورم نمیشه، قابل قبول نیست. داداش، قربون اون شکل ماهت برم. خلصه واسهت می‌نویسم. اما خندت نگیره. من خاطرخواهم. خاطرخواه هنگامه. میدونم اون ستاره عرشه و من کرم خاکیه زیر فرش. اما دیگه باید بگم، داره تو دلم قلمبه میشه. میخوام بفهمه که خاطرشو میخوام. یه نومه واسش گذاشتم تو پاکم. نوکرت میشم اگه بدی دستش. اما بهش نگو من تو هلافتونیم. اگه بیام بیرون و خدا بخواد حسابی سر سامون میگیرم. قربون شما نعمت. من نامرد تو عمرم زیاد دیدم نعمت، اما تو ناکس نامردترین نامردی هستی که تو حالا دیدم. بزن به چاک. تو چشم. هنگام خانم سلام. الان که این نومه رو تموم کنم به یاد شما با دل و قلبه کباب شدم بیختیفالی بازی میکنم. خب دیگه، خاطرخواهیه و هزار دست ورق کارتی. آدم باز چشش چهار تا بشه و حسابی بر بزنه. نوکرتم، خودت که دست ما رو خوندی میدونی لیس دلمون با پس لیس دل شما یه ریز به هم میخورن و دنگ صدا میدن. این دیگه یعنی چی بچه؟ بی خودی زحمت نکش، منم فقط تا اینجاشو فهمیدم. یه دست با هم لیس پس لیس زدم، باقیشو بخون. آره بی بی هنگامه، سرباز دل ما خاطرخواه چشای بادومی شما شده و فقط این وسط یه آس دل میخوام که کارو تموم کنه. نوکرتم، به آق داداش گفتم تو رو واسم خواستگاری کنه، دیگه روم نمیشه بنویسم. اینجا چی نوشته بینم؟ این نومه که میروی به سویش، با تاس لبم بزن تو رویش. میتی با تاس لبم بزن تو رویش. وسا به نظر شما این شعر صد جوغ میارزه؟ منتظر شو میتی بیاد بیرون، اون وقت میفهمی که میارزه. یا حق، آخی اوست کریم شکره. زرکار جون با اجازت ما خس شدیم. مادر من یادت بیا. مادر مادر الهی قربون اون چشات برم. مادر میتی پیش ما آید بشه. خاله جون، خاله خاله جون، قربون دسته، وقتی داری میای اون آبکشم با خودت بردار بیار. این سر کوچه ای سبزیاش مونده بود، رفتم از اون پایینیه گرفتم. خاله جون نونوایی نمیدونی چه خبره، محشر کبراست.
قربون دستت خالی. شکرت مهدی. به به چشم کف پات. مادر ببینم این همون صفای خودمونه. موش بخورت چیه تو؟ خدا رو شکر چقدر با صفا تر شده. سبزیاتو جمع کن نوکرتم. مگه میخوای منو دعاشمو گشنه بذاری؟ آره راستی ببینم مادر ببینم دعاشم نومه منو واسه تون خون. نه هیچی از نومه من بهتون نگو. نه کدوم نامه؟ عجب کلکیه. حتما خواسته کارو تموم کنه بعدا سر صداش در بیاره. بیا مادر بیا لباسای منو بده برم همون خودم رو راست ریز کنم. خودت هم نمیدونی امشب چه خبرایی میشه. داستانای خیلی خوشگلی واسهت میکنم. آره یا اون شب بس مشغول شداش قربون دستت و صابون رفته. آقا یه سیگار بزن. جون تو دلم لک زده بود واسه یه پرس مشتمال. ساعت آب گرم آمیتی حالا میادم آقا کنم یه تیخ بدم. سر سلامتی باشه. همون عروسی اومدی قلاغا خبر رو رسوندن. قربون دست داشت. ممنون. چی داری میگی تو؟ کسی که تو شهر نمیدونه خواجه حافظ شیرازی دختر باختن لغمه چربیه. خبرش زود میپیچه. اینو باش. نه به داره نه به باره قلاق موتور سواره. هنو که چیزی نشده. چیزی نشده؟ داشت حتی بلرم گرفته. جون من پد دعاشو نگاه چقدر ماهه. یه کلام ما واسهش نوشیم داداش جون. ما یارو رو میخوایمش. برقی اونقدر زد تا بله طرف واسه ما گره. واسه تو؟ از میدون پرتی بابا. میگن داشت بله رو واسه خودش گرفته. باش بده آقا زودتا. کی میگه؟ کی میگه؟ همه یه شهر میگن برو کارخونه بپرس، برو شرکت بپرس، برو هر کجا که میخوای بپرس. داشت دختره رو واسه خودش راست و ریس کرده نه واسه تو. گوش کن چی میگم. بهتره که این چرت و پرت ها چرت و پرت نباشه. وگرنه بر میگردم و این یکی دستتم چلاغ میکنم. درست عزیزم. چند روز دیگه ترتیب عروسی مونه میگم. خیلی خوشحالم کریم خیلی. اومدی؟ باعث سر جات. اونجا آب هواش بهتره. این چه حرفیه میزنی؟ تو کی اومدی؟ نامه که برات دادم یایته. نامه؟ کدوم نامه؟ هیچی داداش فراموش کن. اون چی که با تو کله عوضی ما بره رفته. خوش باشی داداش ما دیگه رفتی. نمیدونم چی شده. نامه چیه؟ اون برای من نامه نداده بود. همیشه منتظرت بودم. خیلی خوب از سر تایی تعارف بزن بگو باز چیکار کنم. بهت میگم قدم به قدم من و تو باید دنیا رو بگیریم. دنیا مال تو. من فقط اون چیزی رو که میخوام باید به دست بیارم. اون چیه متی؟ هرچی هست من باید به چنگش بیارم. تو کار خودتو بکن. خیلی خوب. خیلی چیز هست که من باید بهت یاد بدم. بعدش کلی پول کاسب میشه و با هم بردار رو نصف میکنیم. پنجا من پنجا تو. تو هفروتی پیر مرد. باشه چهل من شستو خوبه؟ ببین اوستا خوب حواسو جمع کن. من لاش مرده نیستم که ارزون بخریم. آه تو خیلی زرنگی پسر. 30 من 70 تو. 20 تو 80 من. قبل تو. باشه معامله تموم شد. از فردا معلم برات میارم که همه چیزو بهت یاد بده. من 6 کلاس سواد دارم واسه 7 پشتم بسه. اون چیز دیگه ای بهت یاد میده. اون به تو یاد میده که چطور یه آقای حسابی. اون یه آقا هست. رسیدن به خیر؟ بازم اخوی؟ صفا گفت از خونه رفتی بیرون. برگرد برام بگو چی شده. من این همین تویی که بر میگردی. تو موقع تکون خورده چی داری میکی؟ برگرد داداش. حرف حساب چیه؟ چی؟ پس چرا دوباره اومدی اینجا؟ واسه این که میخوام خودم باشم. چی خیاش کردونی؟ بحثه داداش. بیا بریم خونه بیا. برو داداش. به تو میگم بیا بریم خونه. برم کن آقا داداش.
جمع کن برو. اینجا واسه ما آخر قطع کریم. من میرم سی خودم، تو هم میری سی خودت. هر کی خر خودشو برونه تا ببینیم کی زودتر به قافله میرسه. اگه یه روزی همدیگر رو دیدیم و نشناختیم بوتت نزنه داداش. خب دنیا این ریختیه دیگه، تو که خودت خوب واردی. ناسلامتی ختم روزگاری. تو داری اونو تا گردن در لجن فرو میکنی. توف به تو. چیکار باز بکنم اوزا؟ زودتر بگو راحتم کن. یه خونه با سرویس کامل برات اجاره میکنم و بعد برات یه معلم میگیرم. اون همه چیزو به اعتیاد میده. اون یه چیز دیگه ای از تو میسازه، یه چیز فوق‌العاده. خستم کردی از بس پول ریختی تو این حوض صاب مرده. بخ آینه تو شوک مرد. میتی یه دقیقه چشات گوش کن، بدوز به این لبای من. میخوام قر رو لند کنم. من دیگه کلافه شدم بابا. اگه میخواستم برم مکتب از بچگی رفته بودم. هی غذا خوردن، راه رفتن، حرف زدن، لباس پوشیدن. اینا به مزاج حاجیت نمیسازه. اوسا من میخوام بازی کنم و پول دارشم. پول دارشی که چی ها؟ نمیدونم. ببینم تو تا حالا اون ساختمون سنگ قرمز بالای خونمونو دیدی؟ منظور اونجا هر شب بازیه. بازی های کت و کلوف با بازیکنهای خرپول. قی پس امشب ما پالون شانس و رو خر غلامی ور میداریم میذاریم روی یکی از صندلیاش. تو نمیتونی. اونجا با آدمایی بازی میکنن که بشناسنشون. تو نقدن یه آدم بی اسم و رسم. دلت بی غم اوستا. ما امشب اسب شانس رو هی میکنیم به طرف اونجا. سر تا سر امشب شانس بردم. خب انگار بازم پول هست. بازی میکنیم. نمیشه آقا، نمیشه. ما شما رو نمیشناسیم. نمیشه. بارا کنار. ما که ما بعد بازی میکنیم یا پولمون سکه نداره. حاجیت خوش کرده امشب تو این کلوب بازی کنه. زمینه باسمو کوک کنی یا بدوزی بازم بازی میکنن. چیه؟ اونجا چه خبره؟ مدیر این کلوب کجاست؟ مزاحم نشید آقا. علام کن اینو کنه چسبیده. عجب اوزای جون شما. چرا وایسدی اوسا؟ کی از ما بهتر؟ تازه باز زیر پامون ترمه ببرن و مخمل زر کنن که سرافرازشون کردیم. بزن بریم. اونجا چه خبره؟ ای میتی طرفو میشناسی؟ انگار دیدمش. کیه؟ پدر هنگامه است. ها؟ پدر هنگامه؟ آره. آقایون فرمایشی داشتم. توی اوسا. با خودم فکر میکردم تو یا مردی یا این کارو گذاشتی کنار. مگه تو هنوزم بازی میکنی؟ او نه، اما حاجیت بازی میکنه. یعنی میخواد یه دستی به برق بزنه. چطوره؟ تو کی هستی جبو؟ حالا بیا و درستش کن. اول اصول دین شروع شد. به ما برق میدین یا المثنی سجلتون رو کنی؟ ببین جبو، اینجا ما با کسی بازی میکنیم که خوب بشناسیم. اگر تو اینجا بازی کنی و برنده بشی هزارها تومن پول بردی. اما اگر ببازی خودت بگو ببینم چی باختی. بیا بریم مهتی، بیا بریم. بلم کن ببینم چی داره بلغور میکنه. مگه ما چه تو میتونی بری یه جای دیگه بازی کنی با آدمایی که هم پایه خودت باشن. برای تو اومدن به اینجور جاها هنوز خیلی زوده. لغمه رو به اندازه دهنت بردار جبون. تو هم یادت باشه اوستا از این به بعد با آدمایی بیا اینجا که در حد اینجا باشن. برو جبون. خداحافظ. شب بخیر اوستا. این یادت باشه تا یه روزی به هم برسیم. بریم اوستا. بیا. خوش اومدی. آره تو درست میگفتی. اونا خیلی کنفمون کردن. تو این مردم خیلی بهتر از من میشناسی. پس بذار بازم کمکت کنم. باشه اوستا. تو هر کاری بخوای میکنم. هر چی بخوای یاد میگیرم. انگشتامو سنگ پا میکشم، گشنه میمونم، اون لباسای مسخره رو میپوشم، حرف زدن، راه رفتن، ملق زدن، پشتک زدن، هر چی بخوای یاد میگیرم. فقط میخوام تو روی اون آدما وایسم. میخوام یه روزی بتونم به صورت همشون توف کنم. خیلی خوب بنتی، من هر چه که لازمه یادت میدم. خسته شدی خالی جون، پاشو برو این دوتا تیکرم من میشورم. پاشو جونم.
برم. دست میتی بشکنه که دست تو رو اینطوری تو کف صابون میبینه مادر. این رخت مال کریمه. آره. خوش به حالش. پاشو بریم مادر، پاشو. من اومدم ببرمت. تو نباس دیگه رخت بشوری یا زحمت بکشی. حالا دیگه نوبت من. میتی برات کلفت میگیره. خودشم صبح تا شب نوکری تو میکنه. خب چی میگی مادر؟ این نوکر رو میخوای یا نه؟ چرا مادر؟ من مواظبت میشم، این شاپرک دورت میگردم. حالا دیگه این منم که باز جورت بکشم. نه مهدی، این ممکن نیست. چرا مادر؟ تو خیال نکن که من نمیدونم. تو دیگه اون پسر نیستی که رفته بودی تو کارخونه عرق میریختی و جون میکندی، سر سفره مادرت غذا میخوردی. حالا تو یه قماربازی. من میدونی من میتونم خیال کنم که تو مسافرتی یا مردم اما نمیتونم بیام تو خونه ی تو با هر لقمه نونی که بذارم تو گلوم فکرم بره تو قمار تو و خیالت برم داره که پولشو از کی بردی. ولی مادر گوش بده، تو رو ارواح خاک بگوش. نه مهدی، تا وقتی تو این کار آلوده ای خیال کن مادر نداری. برگرد برو مهدی، دیگه نمیخوام، نمیخوام. بسته دیگه مادر، نگو. پسرت با اون اندازهی که باز درد بکشه میکشه. سلام. سلام صفا، نکنه میخوای کنفتی منو بره خود بشه. نه، میخوام اگه تو بخوای باهات بیام. با من؟ من این مادر چی گفت من؟ تو یه نفره میخوای که لباساتو بشوره، من این کارو میکنم. نه. چرا؟ تو فقط یه اتاق به من بده. خیلی هر طور مادر بگه. خاله جون، خوب کاری میکنی صفا، اون یه نفر رو میخواد. باش برو با غم خارش باش. برو مهدی. مهدی نمیدونم. امروز رفتم خونه به خاله و کریم سر زدم. کریم با هنگامه تا یه هفته دیگه عروسی میکنم. تو این مسئله شنفتی؟ میگن لقمه که از دهن همسایه قاپیده بشه خوشمزه تره. از چی حرف میزنی؟ هیچی با چی حرف و پر حرفی نداریم بزنی. انگار خر شانس ما لالا کرده. برعکس، بیداره بیداره. برد امشبت هنگامه کرده. میخوای بفهمی چقدر شده؟ نه. طوری شده؟ نه، فقط میخوام یه کاری واسم بکنی. من میخوام با پدر هنگامه بازی بکنم. با باختر؟ آره، مگه اون یه قمارباز نی؟ چرا؟ پا من میتونم باش بازی کنم ها؟ آره، حالا دیگه با هر کسی که دلت بخواد میتونی بازی کنی. با هر کسی جز آدمی که سر زندگیش قمار میکنه. اینو که بهت گفته بودم. آره بابا، تو همش حرف میزنی. پس کی؟ خیلی زود. من فردا ترتیب این بازی رو میدم. ببینم، مطمئنی که اشتباه نمی کنی؟ تو اینا رو جدی میگی؟ بله، کاملا جدیه. اون پولدارترین مرد این شهر و یه مفتباز. خب پس چرا اون روز بهم نگفتی؟ تو مهلت ندادی دادی؟ خیلی خوب، خیلی خوب. حالا بگو بیاد. ماهی رو هر وقت از آب بگیری تازه است. اگه اینطوره قدمش روی چشم. والا نمیدونم حالا بازم بخواد بازی کنه یا نه، اما من تلاش خودمو میکنم. امیدوارم موفق بشم. اون باید با من بازی کنه. باید بازی کنه. خب چی شد؟ عالی شد. اون با تو بازی میکنه، اونم با کمال میل و افتخار. طرف خیال میکنه تو یه عیون زاده میلیونری. بذار خیال کنه.
صفا! صفا! بله. ببینم صفا، اگه ازت بخوام که یه جایی با من بیای، میای؟ خودت که میدونی میام. اگه اونجا برات جهنم باشه چی؟ اگه تو بخوای، حتما میام. پس برای رفتن به اون جهنم باید خودت رو روبرا کنی دختر خله. حتما. چیه پدر، مهمونت نیمدن؟ مهمون اصلیه نه هنوز، اما میاد. اون حریف خوبیه. تا پدر، تو واقعا دیوونه بازی هستی. اومدم، خیلی هم خوش اومدم. این تایی خطه، اونجایی که همیشه میخواستم برسم. باید دید حالا کی به زانو میفته. بفرمی. خوش آمدی بردن، خوش آمدی. سلام، سلام دوست عزیز. خیلی خوش آمدین دوست عزیز. ازت متشکرم موسا. با خانم صفا آشنا بشین. مفتخرم. خواهش میکنم بفرمایید با دخترم هنگامه آشنا بشید. دخترم با دوست جدید و عزیز من آشنا بشید. خیلی خوشبختم آقا، خیلی به نظرم آشنامیه. من حتما شما رو جایی دیدم، درسته؟ ما بریم یه چیزی بخوریم و گلویی تازه کنیم. بفرمایید خانم. هنوز خیلی دیر نکرده دخترم. آه اونه هاشش اومد، برو پیشوازش دخترم. یه دقیقه با اجازه. اون آقا نامزد دختر منه. خوب شد اومدی. باز پدر امشب یه حریف تازه پیدا کرده، حتما میخواد تا صبح بازی کنه. شما یه لبی تر کنی، من الان برمیگردم خدمت. هنگامه. بله پدر. یه دقیقه بیا اینجا. معذرت میخوام، انگار بازم پدر با من کار داره. سلام داداش. زمین گرده نه؟ از قدیم گفتن هر طرف که بری از همون جای اولت سر در میاری. پس تو همون حریف امشب باختری ها؟ اشکالی داره؟ آره، تو نباید با اون بازی کنی. خونتو کثیف نکن دلش مامانی. من که بهت گفته بودم اگه بازم چشمون تو چشم هم افتاد دیگه همدیگه رو نمیشناسی. آم چه عالی، شما همدیگه رو میشناسین؟ ایشون داماد آینده ای من هست. بابا مبارکه. میز برای بازی حاضره دوستان، شما بفرمایید من الان میام. امشب شما نباید بازی کنی. تو زده به سرت؟ این بهترین موقعیته. تا حالا همچی حریفی نداشتم. نه به صلاح شما نیست این بازی رو بکنین. انگار تو پاک دیوونه شدی پسر. دو ساعت دیگه انقدر پر رومیز میاد که دیوونه تر میشی. بسی شما باید به حرفم گوش کنی. آروم جوان، اگه بازم حرف بزنی موافقتم و راجع به ازدواج تو دخترم پس میگیرم. هوای مهمونه رو داشته باش. کریم سلام. سلام صفا. وقتی مادر گفت تو همراه مهدی رفتی خیلی خوشحال شدم. فکر کردم تو راه بهشت و بهشت نشون میدی، ولی مثل اینکه اون تو رو به جهنم زندگی خودش کشیده. نه کریم، من تو جهنم نیستم. هر کجا که مهدی باشه برای من بهشت، هر جایی که میخواد باشه. حاضرید؟
بله. سکارت. شما؟ بندم سکارت. منم ستو. خودم هم یکی. چیپ؟ سه پوت. شیش پوت. پاس. دوازده پوت. خیر. پاس. برای من بد نیست. رو کنین. سدام. بریکت بده. آخه ساعت دو شده، من دیگه نیستم. شب بخیر. شب بخیر آقا. منم همینطور. شب بخیر. اخ خدا. خوش کن هرم برو. آخه هنگامه، تو نباید بذاری پدرت باشه. چطوری؟ اون حرف هیچ کسی رو قبول نمی کنه. ولی باید یه طوری جلوشو بگیری. موافقی یه قهوه بخوریم؟ ای کم بدک نی. تو حریف خوبی هستی. با یه با... میخوام با یه دست ورق دیگه بازی کنیم. از نظر شما که اشکالی نداره، ها؟ دیگه تموم شد. انگار پدر هرچی که داشته باخته. یک پاک باخته. یه نفر رو برای دلداری دیخواد. من نمیتونم بخوابم. من ادامه میدم، بفرمایید. اینم چک. چی؟ بازی نمی کنی؟ آخه چرا؟ این چک منه. تو دیگه چیزی واسه باختن نداری؟ داری؟ نه، نداره. خب، حالا اگه حسابی خوشحال شدی، میتونی بری. کجا بره؟ اون باید با من بازی کنه. اگه بازی کنم و ببرم، چی رو بردم؟ این حرف خودته، یادت میاد؟ دیگه بازی فایده ای نداره. همه خستن. پولام همش یه طرفه. حاضر شو بریم مهدی. نه اوسا، من باش بازی میکنم. نه ترس، من بازی میکنم مرد. اما فقط یه دست. تمام پولایی که ازت بردم در مقابل یه چیز. در مقابل چی؟ اگه تو بردی تمام پولایی که ازت بردم بهت پس میدم. اما اگه من بردم باید رضایت بدی که دخترت زن من بشه. تو دیوونه شدی؟ بذار خودش جواب بده. باورم نمیشه که تو همون مهدی برادر من باشی. یه روزی منم اینطوری بودم داداش. باورم نمیشد بعضی کارا کار تو باشه.
جوابمو بده باختر، موافقی؟ نه. بلندتر بگو پدر، بده بشنوه. نه. صبر کن. رو همه پولای تو، هرچی هم که خودم پول دارم اضافه میکنم. خب حالا چی میگی؟ پدر این دیگه فکر کردن نداره، جوابشو بده و بزن تو دهنش. نه نه بفروش اون، نه پدر نه. جواب چی شد؟ نگفتی؟ میدونی از چی تعجب میکنم؟ از اینکه یه آدمی مثل تو چطور توی مدت کوتاه عوض میشه. داداش دنیا به من نگو داداش. چرا؟ هیچکی کارای خودش رو نمیبینه، فقط مال مردم رو نگاه میکنه. من فقط میخوام اون چیزی رو که از دست دادم بگیرمش. تو هم اونو میخوای نه؟ خیلی خوب بگو آقا کریم، تو چه تلاشی براش کردی؟ اون مرد یه روزی منو مثل قاب دستمال گرفته از خونش انداخت بیرون، جلوی 400 تا آدم کنفم کرد. تو خودت نه، شرم هم میشه بگم چی کارا کردی. تو چی داری میگی؟ هیچی، چیزایی که تو دلمه. من تموم این مدت یه بلاکش بودم. بهش بگو پیرمرد، تو بهش بگو من چیا کشیدم. بگو چقدر گشنگی کشیدم تا غذا خوردن یاد بگیرم. چقدر سگ دوزرم تا مثل یه آدم حسابی را برم. چقدر انگشتام و سنگ پا مالیدم تا پوستش صاف بشه و خالای ورقا بشناسه. چه شبا بیدار موندم، با کیا بازی کردم تا چندر قاز پول رو هم بذارم. فقط برای یه چیز، برای اینکه نمیخواستم کسی رو دستم بلند شه. حالا تو هم اونو میخوای نه؟ خیلی خب، پس بشین و با من بازی کن. تو هر قماری فقط یه نفر میبره، حالا شاید اون یه نفر تو باشی. خواهش میکنم دخترم. تو میخوای سر من قمار کنی پدر؟ آره، کریم درست میگفت، یه قمارباز سر همه چیزش قمار میکنه. تو هم یه قماربازی. اما الان من یه پاک باختم و فقط تو میتونی کمکم بکنی. این بار آخره بهت قول میدم، باور کن دخترم. به من نگاه کن، نگاه کن. حالا تصمیم تو بگیر. قبول کردی؟ آره کریم، متاسفم. میدونی این اولین باره که پدرم چیزی از من خواسته. اون هیچ وقت از من چیزی نخواسته بود، هیچ وقت بهم نه نگفته، و حالا من بهش نه نمیگم. بلنشین، خواهش میکنم بلنشین. چرا؟ این دست رو من بازی میکنم. تو؟ بله من بازی میکنم. اون دختر منه، من حق دارم به خاطرش بازی کنم. درست دختر شماست، ولی زندگی منه. این منم که حق دارم به خاطر زندگیم بازی کنم. شهر شلوغ شد. خودم دوتا. رو کن کاریشا. براوو براوو، خوبه. بهت که گفته بودم دختر ما برنده میشیم. نه به دلت وعده نده، این سه تا آتش واسه شما. نگاه اینجا
دوتا ورقم، یکیش باز، این اولیش. صفا بین یکی رو تو ورش گردون. صفا اون رفت خیلی وقته. خب پا خودم برش میگردونم، اما قسم میخورم این ورق آس پیکه. خب داداش، اینجا آخر خطه برای مبارزه‌ای که یه طرفش من بودم و یه طرف دیگهش تو و اینو تمام دنیا. ولی من حتما برندم، یعنی اگه اون آس باشه من به آرزوم رسیدم، درسته؟ جوابمو بده. آرزوت این بود که منو به دست بیاری؟ آره، اگه ورقم آس باشه به آرزوم میرسم. درسته، اگه جسم منو میخوای به آرزوت میرسی. جسمت؟ نه نه، من تمام اون چی که هستی میخوام، هم جسمت هم روحت. تو فقط میتونی صاحب جسم من باشی. نه نه، ممکن نیست، من هر دوشو میخوام دختر، هر دوشو. متاسفم، من روحمو مدت ها پیش فروختم به برادرت. من اونو دوست دارم، از همون روز که دیدمش دوستش داشتم و اونم منو دوست داشت از روز اول. از روز اول؟ چی؟ شما هم دیگر دوست داشتین؟ اونم از روز اول؟ ولی چرا به من نگفته بودی؟ تو باز به من میگفتی داداش. پس من تمام این راهو بی خودی دویدم، تمام عذابی که کشیدم پوچ بود، همه خیالام، فکرام، عقیدام عوضی بود. حتی چیزی رو از چنگ من در نیاوردی. بعضی وقت آدم چقدر احمق میشه. تو راست گفتی آی باختر، اون آس نیست، من باختم. خب یه بازنده اولین کسیه که این در میره بیرون. بازی خوبی بود داداش، زد زیر. وایسا، وایسه مهتی، چرا ماشینتو سوار نمیشی؟ خیلی چیزا هست که باید دربارش فکر کنم. توی همچین ماشینی فکر آدم میمیره. من یه کوچه خالی میخوام و یه خورده تنهایی. خیلی خوب، اما اون ورقو بدش من. من میخوام ببینم اون چیزی که تو برق چشمات دیدم درسته یا نه. تو چی رو تو چشای من دیدی پیر مرد؟ من برد رو تو چشمای تو دیدم. تو یه احمقی، برای اینکه هیچ وقت نمیفهمی کی برنده است کی بازنده. من برنده نیستم، من همیشه بازندم، مثل همه قماربازا. تو اگه تو این کله پوکت یه جو عقل داشتی، خیلی وقت پیش فهمیده بودی که یه قمارباز همیشه بازنده است. حالا که این ورقو میخوای، بگی تماشاش کن. وایسا پسر، کارت دارم. تو چی داری میگی؟ چیزی که برای خود من باور کردنش آسون نیست. من یک کون قماربازم آقای باختر. اون ورقی که مهدی با خودش برد آس بود. آس بود؟ تو خیلی پرتی پسر، اگه حرفت درست باشه پس چرا رو نکرد؟ برای اینکه اون بهتر از اون چیزیه که نشون میده، برای اینکه اون با تمام قلبش منو دوست داره، برای اینکه تو رگای هر دوی ما یه خونه. اون آس نداشت وگرنه رو میکرد.
تو اشتباه میکنی. من اشتباه نمیکنم. وردار اون ورقا رو نگاه کن. اون وقت حتما میبینی که آس کم داره. ممکن نیست. ولی خب الان نگاهشو میکنم. لازم نیست بگردی. آس چهارم اون ورقا اینجاست. اون آسش رو نکرد. حالا دیگه میدونم که برادرم به زندگی خودش برگشته. همون زندگی که همیشه براش آرزو میکردم. نگاه کنین. اون سکه شانسش هم با خودش نبرده. اون دیگه احتیاجی به این سکه نداره. عزیزم، این بار اولی که راحت حرفمو میزنم. من دنبالت اومدم چون دوستت داشتم. از همون بچگی دوستت داشتم. فکر میکردم یه روزی بهم بگی سکه شانست منم، نه اون سکه حلبی. اما افسوس، امشب فهمیدم که تو کسی دیگه ای رو میخوای و من انتظارم بیفایده است. تو رو به خدا میسپارم و برای تو هر زنی که توی زندگیت بیاد آرزوی سعادت میکنم. این نامم برای این بود که راز دلمو گفته باشم تا بدونی دوستت داشتم، همیشه دوستت داشتم. صفا، تا چرا اینو بهم نگفته بودی؟ حالا کجایی؟ ببینم ببینم. بیا میخوام باهات حرف بزنم. نمیدونی حالا میفهمم که زندگی یعنی چی. به جون کریم که از هر چیزی بیشتر دوستش دارم، قسم میخورم تورم دوست دارم. ده کجایی؟ ببینم دیوسته. شوخی نکن دیگه، من طاقت هیچ جور شوخی ندارم. تو رو خدا بی بیرون صفا، اذیت نکن. صفا، صفا، خداوندا تو میدونی و قلبم چرا حالم چنین زار و پریشه. درختم ای خدا بی خاک و ریشه، خزان پرورد خاری تنگ بیشه. نمیدونم که آغازم چسان بود، نمیدونم که پایانم چه میشه. نمیدونم چی میگه همه خود با چی میگه دلم. نمیدونم به دقیقی من نوشتی چه ها خود یا به خاک من گمون میکنم درشتی.
اومدم شام نظر کنم برای تو، واسه اینکه دست از قمار بشوری. من میدونم اینجا خالی نیست، یه نفر هست که صدا رو میشنوه. من میدونم، پس کمکم کن، کمکم کن، من تنهام، خیلی تنها. جوابمو بده، اینجا یکی هست، اگه صدا رو میشنوی جوابمو بده، من تنهام، جوابمو بده. Thank you.